127 مسلمان که در رابطه با عضویت در یک سازمان اسلامی در هند به تروریسم متهم شده بودند پس از 20 سال بالاخره در دادگاه تبرئه شدند شبکه خبری الجزیره گزارش داد در شب 26 دسامبر 2001 محمد عبدالحی برای شرکت کردن در یک سمینار سه روزه درباره آموزش مسلمانان از جودپور در ایالت راجستان شمال غربی هند به شهر سورات در همسایگی گجرات سوار قطار شد این سمینار توسط هیئت آموزش اقلیت‌های هند برگزار شد که وی در آن سازمان عضو بود انتظار میرفت در این مراسم سه روزه نزدیک به 400 دانشمند مسلمان فعال و رهبر اجتماعی از سر و سر هند شرکت کنند پلیس در مجموع 127 مسلمان را در رابطه با شرکت در این همایش و عضویا در جنبش دانشجویان مسلمان هندی یک سازمان ممنوع شده در این کشور بازداشت کرد بیش از 19 سال پس از دستگیری آنها دادگاهی در سورات روز یکشنبه همه متهمان این پرونده را تبرئه کرد که پنج نفر از آنها در طول دادرسی طولانی مرده بودند. مقامات هند این گروه اسلامی را به انجام چندین بمبگذاری و ارتباط با گروه های مسلح مستقر در پاکستان متهم کرده بودند. صدها نفر از اعضای ادعایی آن دستگیر شدند اما این گروه میگوید که آنها فقط سبک زندگی اسلامی را برای مسلمانان هند تبلیغ می کنند.